سرانگشتانی که گری رنگ به رنگ بر تار و پود می‌زنند. کفپوشی با نقش و نگار چشم نواز خلق می‌کنند که ناخودآگاه همه لب به تحسین می‌گشاییم. این الان حاصل 6 ماه کار تلاش من و همکارامه که دیگه تموم شده و وارد بازار خواهد بشه. هر گریه که ما تو قالین میزنیم یه خاطره، یک انگیزه داریم. وقتی که مردم میخرن خیلی خوشحالیم. این روزها حال این هنر صنعت خوب نیست. 700 تا بافنده شده داشته. 700 تا هنرمند. حالا چند تا داریم؟ الان هیچی نداریم. همه شده. روزگاری فرش دستباف سرمایه‌ای بود که هر جا قرار بود گری از زندگی باز شود، گوشه از حساب و کتاب و سرمایه خانواده محسوب می‌شد. خیلی حیف. واقعا آدم دلش می‌سوزه. چون که اینا تمام نان‌آور خونه‌هاشون. در سال‌های نچندان دور 80% بازار فرش دستبافت دنیا در دستان قالی‌بافان هنرمند ما بود. تحریم بخشی از این بازار را از ما گرفت. البته همه مشکل تحریم نیست. بی‌توجهی یا کم توجهی تصمیم گیران به این صنعت، مشکلات تهیه مواد اولیه، نبود تبلیغ مناسب، مشکلات بیمه قالی بافان، مشکلات صنف طراحان نقشه، مشکلات رنگ رزان، نبود بازار فروش مناسب و حمایت کم دولت برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی، همه و همه دست به دست هم دادند تا این صنعت از روزهای اوج خود فاصله بگیرد. امیدواریم که بهای بیشتری داده بشه به قالی بافان که این صنعت بمونه و ماندگار بشه. حالا طرحی نو برای پیدا کردن بازار داخلی یا به نوعی توجه به قالی ایرانی در پیش است تا تفاهم کنیم قالی دست باف بخریم. هر خانواده ایرانی که یک فرش دست باف رو به صورت اقساط میتونه خریداری بکنه با حمایت صندوق کارآفرینی امید که تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات میده و با حمایتی که انجام میشه بیش از 1 میلیون نفر ایجاد اشتغال خواهیم داشت. بیش از 2 میلیون قالیباف با گره زدن بر تار و پود گره از زندگی خود میگشایند. 80% آنها جمعیت روستایی هستند. هم برای مرکز ملی فرش که بتونه دغدغه اصلیش که امروز فروش محصولات هست بهتر بتونه روانتر بتونه محصولات رو بفروشه فرصت خیلی خوبیه، هم برای صندوق در واقع در چارچوب رسالتی که داره اونم بیشتر توجه به اشتغال ها خصوصا اشتغال در روستا هست میتونه مؤثر باشه. قرار است در سال جدید سایتی را اندازی شود که در آن فروشگاه مجازی فرش های دست باف را به نمایش بگذارند. در واقع این هم کمکی به خریداران و دوستداران قالی ایرانی است، هم حمایت از بافندگان هنر صنعت فرش دست باف. نه تنها اعتبار در خرید ایجاد میکنیم، بلکه این اعتبار در خرید منتقل بشه به زنجیره تامین فرش تا کسب و کارهای متصل و مرتبط با این بخش مثل رنگرزی ها اینها هم بتونن به حال فعال بشن و با این نقدینگی که تزریق میشه کل زنجیره متأثر بشه. کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارن. راهکار خوبیه برای اینکه ما باید بازار داخلی رو هم داشته باشیم. البته این راهکار شرط لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما تمام بازار ما بازار داخلی نیست. ما باید بازار صادرات رو داشته باشیم. برخی هم معتقدن این طرح کمکی به تولید فرش نمی کند. وقتی شما با اون وام یا با هر امکانی که در اختیارتون قرار میگیرید میتونید بچه بیشتری پرداخت بکنید، تولید رو تغییر ندادید، فقط قیمت کالا رو بردیم بالا و گرانتر خریدیم. طرح فروش فرش دستباف با وام شاید قدمی کوچک در این صنعت باشد، اما با اجرای طرحهایی که تولید کننده در آن بیشتر حمایت می شود قیمت فرش دستباف کاهش خواهد یافت. در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها شایسته است فرش دستبافت ایرانی زینت بخش هر خانه ایرانی شود. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.